این هفته آیا صداتون میتونه بگه دردتون چیه؟ آیا از دست زامبیا میشه سالم در رفت؟ I'm Siri. I'm Alexa. I'm your Google assistant. و بلنگای هوشمند چی میگن؟ الکسا، میشه بگی آمازون اسفر چیه؟ The Amazon Spheres are three spherical conservatories on the headquarters campus of Amazon in Seattle, Washington. باید بگم که این گنبدها یه جور جای غیر معمول برای کار کردنه. 40,000 گیاه داره با آبشار و مغازه و فضاهایی برای جلسه و قرار ملاقات. استوایی و مرطوبه و یک حسی به آدم میده که انگار واقعا دارید در آینده کار میکنید. وقتی میگن آمازون چی به ذهنتون میرسه؟ جنگل؟ خرید آنلاین؟ یا به الکسا فکر میکنید؟ به هر حال این شرکتیه که کنترل با صدا رو به همه جا برده. برای اینکه از صدا استفاده کنیم نیازی به آموزش نداریم. نگاه ما به صدا اینی که همه بتونن به کمک زبان طبیعی با فناوری تماس برقرار کنن. پیر و جوان و در هر محور و کشوری که میخوان. You can tell me to play music, create a list, set reminders or look up a topic on Wikipedia. Alexa is only going to be Alexa فقط به اندازه شرکایی که حمایتش میکنن موفق خواهد شد. به همین علت صدا قرار آوردگاه بعدی رویاروی قولهای فناوری باشه. هرچه اپهای صوتی بیشتر بشن و هرچه که ما راحت تر با اونا صحبت کنیم، اونا هم میتونن خودشون رو هرچه بیشتر با زندگی ما هماهنگ کنند. همین تازگی ها بود که الکسا صداش رو انسانی تر کرد. طراحان به کمک مهارت‌های هوش مصنوعی روی الکسا کار میکنن تا از اخبار صوتی و تصویری بیاموزه و واژه ها رو در جمله بهتر ادا کنه. American brides are continually looking for ways to personalize their wedding to reflect their own style. ما به عنوان انسان این توانایی رو داریم که از روی صدای افراد دیگه نه تنها بفهمیم که چی دارن میگن، بلکه احساسات و احوالاتشون رو هم درک کنیم. البته این برای انسان آسونه، برای کامپیوتر چندان ساده نیست. همکارم نیک کوک رفته به بررسی یک فناوری که دقیقاً رو همین موضوع داره کار میکنه. به تل‌آویو اومدم تا دکتر متفاوتی رو ببینم بدون یه گوشی پزشکی یخ، اما باید بگم آه یا یه سری صدا در بیارم. این مراحل اولیه نزول صداست. قرار دکتر لونان امروز منو صرفاً بر اساس اینکه چطور حرف میزنم معاینه کنه. او سخت بر این باوره که مهم نیست تو چی میگی، مهم اینه چطور بیانش میکنی. جوتم در فرانسوی، او اینی به چینی و اینی اوه اتاق در عبری، هر سه به معنی بیان محبت و علاقه است و اگر من اونطوری هم رو بهت دستور میدم این در همه زبان ها یکیه. او پزشک نیست، بلکه یه پژوهشگره که نتیجه 24 سال کارش الان شده یه نرم افزار تازه. It's a Tuesday morning. We've got to catch a flight later back to London. دکتر لونان میگه الگوریتمش با بررسی نحوه گویش و لحن من میتونه به نوع شخصیت و حال و هوای روحی من پی ببره. You're ambitious. You are curious. تو بلند پرواز و کنجکاو و ماجراجویی و یکم هم محافظه‌کار. چیزی در همین مایه ها. مثل این میمونه که یه طالع بین داره کف دستمو میخونه. و این گراف میگه که خیلی خسته ای. خیلی خستم. اما من برای چیز خیلی مهمتر اینجام، چون دکتر لونان میگه سیستمش میتونه برای تشخیص و معاینه هم استفاده بشه تا ببینه آیا من بیماری دارم یا نه. او به کمک شنیدن صدام حتی میتونه بگه احیاناً شدت وخامت اون بیماری چقدره. علائم ابتدایی بیماری پارکینسون یا همون لرزیدن اندام، مشکلات قلبی، اوتیسم و علائم مقدماتی سرطان پروستات رو میتونیم نشون بدیم. اون نمونه امواج صوتی فرد رو با بایگانی از صداهای افرادی با بیماری‌های شناخته شده مقایسه می‌کنه. نمونه‌های امواج صوتی رو چطور بررسی می‌کنی؟
So you can see that there is a weakness in this. خب در این بخش فرکانس یه ضعف میتونی ببینی. همون دهانه رو اینجا هم میبینی. همچنین اینجا بازتابو. نشانه های از یک فرد بیمار و سقوط و زوال صدا رو میبینی. اون بیماره، خسته است و نمیتونه حال خودش رو بهتر بیان کنه. اگر همه این نشانه ها رو کنار هم بذاریم میتونیم بفهمیم که مشکلش چقدر شدیده و اشکال سلامتی اون چیه. And what is health problem? ظاهرا دقت این سیستم 75% و میتونه میزان وخامت بیماری رو هم تشخیص بده. حالا تاثیرات بالقوه صدا هرچه هست، اما شرکت بیاند وربال تا حالا فقط یه مقاله علمی منتشر کرده. در ادامه فناوری ما این دستگاه‌ها قادر خواهند بود که بهت بگن هی وضعیت سلامتی تغییر کرده و شاید بخوای یک بار دیگه معاینه کنی. شاید هم به دکتر در این مورد اطلاع بده. پس با صدا میشه اطلاعات زیادی به دست آورد و ما هنوز در اول راهیم. خب الان نوبت راستی آزماییه، چون همونقدر که عالی به نظر میرسه شاید فکر کنید واقعیت نداشته باشه. اما واقعیت اینه که همین حالا هم از صدا برای معاینات زیادی استفاده میشه و متخصصان معتقدن که میتونه کارایی بیشتری هم داشته باشه. در لندن به دیدار دکتر میجر، مشاور متخصص قلب بیمارستان همر اسمیت و مدرس ارشد افتخاری در دانشگاه امپریال لندن میرم. شکی نیست که طبیبان برای معاینه موارد مشخص از کیفیت صدای بیمار استفاده میکنند. مثلا در معاینه شرایط عصبی مثل بیماری نورون حرکتی یا بیماری پارکینسون که تاثیرات مشخصی روی صدا میگذاره. حالا تاثیرات بالقوه صدا هرچه هست، اما شرکت بیاند وربال تا حالا فقط یک مقاله منتشر کرده. کاری که این تحقیق انجام داده تلاشی بوده برای معاینه بیماری عروق کرونر تنها با اتکا به صدا. این یک حوزه کاملا جدید است و باید بگم که فناوری حاضر هنوز به خیلی کار نیاز داره. پژوهشی که چاپ شده به صورت قطعی ثابت نمیکنه که این فناوری بتونه اون معاینه را انجام بده. تحقیق در مورد عده‌ای از بیماران انتخابی انجام شده و باید بگم که ظرفیت صدا برای تشخیص شدت یک جراحت به محض اینکه بروز میکنه کمی غیر قابل باوره. استارتاپ پزشکی از راه دور سالوبر ام دی در کالیفرنیا سیستم تحلیل وضعیت بیاند وربال را از طریق اپلیکیشن قرار ملاقات پزشک عمومی به کار گرفته. در حالی که پزشک داره در مکالمه ویدئویی به مشکلات بیمار گوش میده، نرم افزار هم میتونه همزمان اطلاعاتی در مورد وضع روحی بیمار بهش بده. بیاند وربال چقدر در خصوص خلق و خوی دقیقه؟ خیلی. در مورد سندروم حاد عروق کرونری چقدر؟ تا حالا نمیدونیم. در حال حاضر خوشبینی در موردش زیاده، اما من به عنوان یک دکتر نمیتونم به یک حس اعتماد کنم. باید به یک ارتباط واقعی و یک بیان وضع واقعی اعتماد کنم. بیاند وربال تنها شرکتی نیست که ادعا داره به کمک صدا میشه به وضعیت سلامتی پی برد. پیک پروفایلینگ، ساوند هلف، هلثی مایز و حتی آی بی ام هم در مورد ربط صدا و بیماری دارن تحقیق میکنن. معتقدیم که در بسیاری از بیماری‌ها بهتریم، ولی کافی نیست که بگیم این آخر کاره. همینه که بگیم هشدار، مراقب خودت باش، برو دکتر و معاینات دیگر رو انجام بده. گرفتن هشدارهای پزشکی غیر دقیق میتونه دردسر ساز باشه، ضمن اینکه دادن این همه اطلاعات شخصی از خودمون به قولهای فناوری هم چندان ایده جالبی به نظر نمیاد. مشکل هر چیزی که جریان یک بیماری را پیش بینی میکنه این است که میتونه اشتباه باشه، یا اینکه حساسیت و دقتش به حد کافی زیاد نیست و بنابراین گاهی مشکلی را تشخیص میده که وجود نداره، و یا در مورد مشکلات زیاده روی میکنه که شاید نیازی به تحقیق نداره. برای همین این میتونه که برای من با عنوان یک دکتر مشکل تلقی بشه، چون ممکن است سبب بشه بیش از حد اشخاص زیادی را معاینه کنم. آزمایش‌های بیشتری در اسرائیل، چین و به زودی بریتانیا انجام میشه و هرچند ممکنه به نظر آینده نگرانه بیاد، ولی خیلی دور از انتظار نیست که به زودی الکسا در مورد وضع سلامتیمون هم به همون اطلاعاتی بده. که جالبه ولی ترسناک. این هفته اوبر در هند برای مقابله با ازدحام ترافیکی شهر مومبای خدمات قایقی را انداخت،
پوما از تولید کنندگان لباس‌های ورزشی گفته دنبال افرادی تا کفش جدید با بند خودکار این شرکت رو آزمایش کنند و کنسرسیوم یونیکود 230 ایموجی جدید رو برای کاربرد جهانی تایید کرده. بعضی ایموجی های جدید در حوزه دسترس پذیری یا اکسسیبیلیتی طراحی شدن و مواردی مثل صندلی چرخدار، اندام مصنوعی و سگ‌های راهنما رو در بر می‌گیرند. یکی دیگه از ایموجی های جدید قطره خونه که نشانه دوره پریود یا قاعدگی در زنانه. تعدادی ایموجی جدید برای غذا و حیوانات هم اضافه شده. این هفته همینطور گزارش شد که سایت ردیت مشغول گردآوری میلیون ها دلار پشتوانه مالیه. گفته شده که شرکت چینی تنسنت پیشتاز سرمایه گذاری روی ردیته و ممکنه ارزش این سایت رو حدود 3 میلیارد دلار ارزیابی کرده باشه. در ماه دسامبر 2018 ردیت اعلام کرد که تعداد بازدید کنندگانش در ماه به حدود 14 میلیارد میرسه که در مقایسه با دو ماه قبلش حدود 40% افزایش نشون میده. تالارهای گفتگوی ردیت ماهانه 330 میلیون کار برای یک تا دارد. پلیس بریتانیا با استفاده آزمایشی از فناوری تشخیص چهره موفق شد فردی رو محکوم و به زندان بیندازه. پلیس لندن دو روز از این فناوری در شرق لندن استفاده کرده بود. پلیس گفته فرد دیگری رو هم به علت تلاش برای فرار از دوربین ها 90 پوند جریمه کرده. و در پایان سوفیا ربات انسان نما و شهروند عربستان سعودی صاحب یک خواهر کوچک شده. سوفیای کوچک نسخه کوچولویی که ظرف چند روز موفق شده بیش از 50,000 پوند سرمایه جلب کنه. هانسن روباتیکس امیدواره که این ربات کوچک که برای دختران بین 7 تا 13 سال طراحی شده بتونه اونها را تشویق کنه وارد حوزه‌ای مثل برنامه‌نویسی، هوش مصنوعی و روباتیک بشن. الان میریم سراغ علیرضا واصفی که بازی رزیدنت ایویل 2 رو حسابی بررسی کرده و خلاصه رفته تو نخش. I'll be back for you. اگه خوره ی زامبی هستی یا مثل من زامبی خورید، Resident Evil 2 یه پرس مخصوص با نون اضافه است. شرکت کپکام نسخه Resident Evil 2 رو که 20 سال پیش مردم روی PS2 بازی می‌کردن رو بازسازی کرده. حس نوستالژی رو نگه داشته اما آنچنان همه چیز براق و شفاف و نرم شده که این بازی‌های جدید می‌مونه. ماجرا از این قراره که شهر با یه ویروس آلوده شده و تقریبا همه اهالی اون زامبی شدن. تنها جایی که یه کمی امنه ایستگاه پلیسه. بخش عمده بازی هم اونجا میگذره. دوتا کاراکتر داره، هم میتونید با کاراکتر زن به اسم کلر بازی بکنید و هم با لئون کاراکتر مرد. کلر دانشجوییه که دنبال برادر گم شدهش میگرده که از این جهنم نجاتش بده. لئون هم پلیسیه که اولین روز کاریش با این کابوس شروع میشه. هر کدوم از این شخصیت‌ها یک خط داستانی جدا دارن که مکمل هم دیگه. بازی این امکان رو میده که داستان رو یه بار از نگاه لئون و یه بار هم از دید کلر بازی کنه. خیلی هم معلوم نیست که اینا زنده بیان بیرون. در حقیقت سرنوشتشون دست شماست. این بازی به غایت خشنه. غیر از تیکه پاره کردن آدم ها پر از فحش و فضاحت هم است. بنابراین اگر اصولاً ژانر وحشت دوست ندارید اصلاً سراغش نرید. بار ایجاد وحشت این بازی روی نبردهاش خیلی سنگینی میکنه. نبردها نسبت به نسخه اصلی خیلی پیشرفته تر شدن ولی در این حال هنوز نمیشه راحت به زامبی ها شلیک کرد. بازی های این سبکی به اصطلاح ایم اسیست دارن که کمک میکنه تفنگ خیلی راحتتر، سریعتر و دقیقتر هدفگیری بکنه، ولی اینجا خبری از این حرفا نیست. با یکی دوتا تیر هم که نمیمیرن. مهمات هم به اندازه کشتن تمام زامبی های توی بازی نیست. خیلی جاها باید از کنار زامبی ها فقط در رید. اما همین باعث میشه که حس درموندگی و استیصال و ضعف بیشتر به بازیکن منتقل بشه.
تازه من تنها تو جای تاریک بازیش نکردم، ولی بازی باهام کاری کرد که چند جا نیم متر از جام پریدم بالا و تمام بدنم یخ کرد. بازی طبق روال رزیدنت ایول کلی پازل و معما داره که برای حل کردنشون باید یه عالم متن و اشیاء مختلف رو توی بازی پیدا بکنی. صداگذاری، موزیک، نورپردازی، صحنه‌های تاریک و نیمه تاریک و نمای از روی شونه هم این وحشت رو تقویت میکنه. تو نسخه اصلی بازی صحنه‌ای که ما میدیدیم از یک دوربین ثابت بود که خیلی وقتا برای بازیکن مشکل ایجاد میکرد. توی این بازی کاراکترتون نمیشینه، نمیتونه دراز بکشه رو زمین. برای آروم و بی صدا راه رفتن هم مکانیزم خاصی وجود نداره. بازی راهنمای روشنی هم بهتون نمیده که ببینید مرحله بعدی چیه. توی این بازی از موتور RE استفاده کردن، مشابه نسخه هفتم این بازی که دست کپکام رو باز میذاشت که تمام گیم پلی رو بروز بکنه. بازی روی PS4 Pro، Xbox X و PC 4K و تا 60 فریم رو ساپورت میکنه. خیلی ها میپرسن چرا باید $50 پول بدن بازی 20 سال پیش رو بخرن. به نظر من Resident Evil 2 مثل یک کامپیوتری میمونه که شما کیستون رو نگه دارید ولی مینبورد، CPU و رمتون رو عوض کنید. حالا به نظر شما این همون کامپیوتر قدیمی تونه؟ ما همین الان هم داریم با دستگاهمون حرف میزنیم و اونا هم دارن جوابمونو میدن. منظورم دستگاهی مثل گوشی و بلنگای هوشمنده. به نظر میاد که این راه جدید ارتباطی بین ما و کامپیوتر داره روز به روز محبوب تر میشه و معناش اینه که طراحان باید به این شیوه های جدید ارتباطی غیر دیداری بیشتر فکر کنند. When you glance at a screen. با یک نگاه به نمایشگر شما میتونید یک سری اطلاعات منتخب رو جذب کنید و به میل خودتون چیزی که بهش علاقه دارید و به شما ربط داره رو بگیرید. اما اگر در عمل به یک نرم افزار صوتی گوش میدید، مجبورید چیزی رو بشنوید که اون به شما میگه. برای همین این باید درست بشه. جارگون یکی از 9 استارتاپی بود که برای برنامه 13 هفته‌ای الکسا اکسلراتور انتخاب شد. برنامه که برای توسعه ایده های صوتی و فرستادنشون برای سرمایه گذاری بیشتر بود. به رغم حضور 10,000 توسعه دهنده الکسا در درون آمازون، این شرکت از سایر استارتاپ ها هم دعوت میکنه تا ایده بدن. از سازگاری های ساده مثل کنترل لوازم خانگی تا کار در محیط های اداری و وظایف پیچیده تر تشخیص صدا مثل ویسیت که در زمینه کمک به افرادیه که مشکل بیان دارن. یک شرکت کوچک با ایده بزرگ میاد که حتی به تیم ما الهام میده که بگیم به به، واقعا میتونیم این شرکت رو با ایجاد رابط برنامه نویسی جدید کاربردی یا API که ازش بهره‌مند بشه کمک کنیم. یک نمونهش همین شرکت ناول افکته که با شتابگر ما همزمان بود که سرویس واقعا جالبی رو ساختن که شما یک کتاب واقعی رو برای بچه ها میخونین و این سیستم به صدای شما گوش میده و میفهمه که کجای کتاب قرار دارید و بعد در جاهای مشخصی جلوه های صوتی پخش میکنه. Are you afraid of monsters? So imagine you're reading a Harry Potter book. فرض کنید که دارید کتاب هری پاتر رو میخونید و در همون لحظه که در بخش مشخصی از کتاب هستید، طوفانی از صدای مرتبط بیرون میاد. با وجود این ما هنوز در مراحل ابتدایی تشخیص گفتار هستیم و هنوز موانع زیادی هست که باید از سر راه برداریم. ببینم اینترنت چه صدایی داره؟ نه 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 20 سال پیش اونطور بود. امروز چه صدایی داره؟ خب بسه دیگه. اما همونطور که در CS دیدید، دستیار صوتی واقعا جاشو باز کرده. در بریتانیا یکی از هر 10 تا خونه به بلندگوی هوشمند مجهزه و اگه شما هم توی خونتون یکی از اینا دارید، بهتره برای چند دقیقه آینده غیر فعالش کنید.
امروز انسان ها در مقایسه با توالت گوشی های هوشمند بیشتری دارند و 60%شون به کمک صدا با گوشی هاشون حرف میزنن. کارشناسان پیش بینی میکنند که تا سال آینده 1/3 همه وبگردی ها به نمایشگر وابسته نخواهد بود. در جهانی که 66% ما میگیم که زندگی ساده تر رو ترجیح میدیم، هر چیزی که بتونه تنها با حذف دکمه ها زندگی رو تسهیل کنه و به ما اجازه بده که در مورد چیزا حرف بزنیم میتونه جذاب باشه. اما دنیای پسامرورگر پرسش جالبی رو در مورد همه کارها پیش میاره. اینکه اونا که دنبالمون میگردن چطور پیدامون کنن؟ این برای رسانه‌هایی مثل بی بی سی جای تأمله، چون اگه مخاطب نباشه باید بند و بساتمون رو جمع کنیم. خب سیستم‌های صوتی هم خیلی خیلی هیجان انگیزن و همینطور خیلی خیلی چالش برانگیز. هیجان انگیز چون شیوه راحتی‌ان برای جذب مخاطب محتویات تولیدی. چالش برانگیز چون باعث میشن شرکت‌های دیگه‌ای مثل آمازون و گوگل و اپل و شرکت‌های دیگه وارد صحنه بشن و به ما بگن که صدا چه مفهومی در کاروبار ما داره و ما به عنوان رسانه در مورد چگونگی کارمون با این شرکا باید خیلی خیلی با دقت فکر کنیم تا مطمئن بشیم که هم از کسب و کارمون محافظت کردیم و هم کار درستی رو برای مخاطبمون انجام میدیم و اینکه ناخواسته منجر به نابودی رادیو نمیشیم. مسئله جستجو و کشف هم در میونه. برای اینکه محتوایی به دست مخاطب برسه باید در نتایج جستجو رتبه خیلی بالایی داشته باشه. اگر مثلا در مرورگر بنویسید برگزیت، فهرستی از لینک ها رو برای انتخاب میبینید. اگه به الکسا بگین که در مورد برگزیت بهم بگو، اونه که انتخاب میکنه. مهمتر این که این آمازونه که انتخاب میکنه چه چیزی برای شما پخش بشه. این یعنی همه چی دست اونه. یکی از بازیگران اصلی در بازار بلندگوهای هوشمند گوگله که از الگوریتم کمک میگیره که اونی رو در فهرست بالا میاره که به علایق و تجربه های قبلیتون یه جورایی مرتبطه. خب باید چی کار کرد تا کلیک در صدر فهرست گوگل قرار بگیره؟ این فهرست ما نیست، فهرست کاربرانه و اونه که مهمه، نه؟ چون ما به زبون ساده توضیح کننده محتوایی هستیم که همینطوری هم یه عالمه مخاطب داره. بنابراین بازیگران مشخصی داریم که نیاز اونها رو داشته باشیم. اما یه وقتهایی هم یه شرکت همکار هست که تجربه بی‌نظیری داشته و ما فکر میکنیم کاربر اون تجربه رو هم میخواد. مسئله دیگه دستورهای آشپزیه که باید مطمئن بشیم که سایت‌های همکار درستی برای این دستورها داریم. چون برای کاربران بلندگو این خیلی مهمه. این دو مورد که در رتبه بندی نتیجه درخواست کاربران موثره. پس قراره که همون چیزها رو بارها و بارها ببینید. ولی اگه بخواید چیزی غیر از برنامه کلیک بی بی سی رو ببینید چی؟ خوشبختانه کشف چیزهای دیگه همین الان هم تحت تأثیر کدهای موتور توصیه است. آیا ما واقعا میخوایم در حباب فیلتری بمونیم که نتیجهش همبار یکسانه؟ مالکین پلتفرم میدونن که واقعا باید در مورد امکانات کشفی بودن کار کنن. اگر شما یه اکوشل دارین یا گوگل هوم هاب که نمایشگر داره، میبینین که تلاش میکنن چیزایی رو به شما توصیه کنن که همیشه بهشون نیاز دارین و مهارتهایی رو هم که فعال کردید رو میتونید ببینید. به درد بخوره. هر کسی که بلندگوی هوشمند داره میدونه که چقدر حفظ این مهارتها و کنشها مشکله و اینکه دقیقاً چه چیزی باید بهشون بگه که استفاده درستی ازشون بشه. بیشتر مثل این میمونه که دارید با یک بچه 2 ساله صحبت میکنید تا یک دستگاه هوشمند. اما خب فرصت‌هایی هم فراهمه. به عنوان یک شرکت تحقیقاتی داریم آزمایش می‌کنیم که به کمک بلندگوها از شما سوال‌هایی بپرسیم. اول صبح الکسا شاید به شما بگه که سلام، می‌خوای به چند تا سوال در مورد غلات یا سریال صبحانه جواب بدی؟ بهت 20 پوند کوپن خرید آمازون میدم. این برای من در مقایسه با اینکه بهت ایمیل بفرستم که روی لینکی کلیک کنی و به یک سری سوال روی گوشیت جواب بدی آسان‌تره. دنیایی که پر از فناوری‌های حراف باشه شاید کمی ترسناک به نظر بیاد، اما به همون نسبت راه تازه‌ای برای ارتباط با فناوری برقرار می‌کنه که خیلی از موانع رو رفع خواهد کرد. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. برنامه قبلی هم اونجا همشون هستند. کافیه برید تو یوتیوب جستجو کنید BBC Persian، پیداشون خواهید کرد. با ما در تماس باشید،
نظر، پیشنهاد، ایده رو بفرستید به ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسه @persianclick پیدامون کنید و نظر بدید. ممنون از همراهیتون تا برنامه بعد و موضوعات اینو بدرود و خدا نگهدار.